پرایم یه اثر متروئیدوانیای جذابه که با وجود یه سری مشکلات تو داستان و گیم پلی همچنان تجربه لذت بخش و هیجان انگیز رو در اختیار مخاطبای خودش قرار میده. با بررسی این بازی همراه زومجی باشین. تو چند سال اخیر شاهد توجه ویژه‌ای به بازی‌های متروئیدوانیایی هستیم که این وسط یه سری‌هاشون بازی‌های با کیفیت و جذابی هستن و میتونن ساعت‌ها شما رو سرگرم کنن. تو سال 2019 بازی گرایم معرفی شد تا یه تجربه متروئیدوانیایی خاص و جذاب رو ارائه بده. در حالت کلی گرایم یه سری مشکلات داره که باعث شده یه تجربه بی عیب و نقص نباشه، اما هیجان و تجربه کلی که ارائه میده حسابی مخاطب رو راضی نگه میداره. داستان بازی در مورد کاراکتری بی نام و نشونه که به آکلان یا تموم کننده دنیا معروفه و از همون اول تا فاز نهایی داستان به دنبال هویت خودشه. داستان کلی بازی و شخصیت پردازی توی گرایم اونجوری که باید و شاید راضی کننده نیست، اما داستان سرایی و معرفی کاراکتر به گونه ایه که بتونه شما رو تا آخر داستان نگه داره. با این حال چیزی که تو گرایم حسابی خودنمایی میکنه گیم پلی و نوآوری هایی که در اختیار کاربر قرار داده. گرایم شامل محیط‌های متفاوت میشه که هر محیط دشمنای مخصوص خودش رو داره. از طرفی تو بازی‌های متروئیدوانیایی باید ساختار محیط جوری باشه که بازیکنان مدام بین محیط‌ها در رفت و آمد باشن. به همین دلیل طراحی محیط‌ها و سکو بازی‌ها از مهمترین ویژگی‌های این دسته از بازی‌هاست که تو پیشروی بتونین به واسطه همون مهارت‌هایی که دارین محیط‌ها رو پیش برده و با کسب مهارت‌های جدیدتر برگردین و سایر بخش‌های نگشته رو هم بگردین. گرایم از این نظر تجربه خوبی رو ارائه میده و پلتفرمینگ تو بازی جوریه که به راحتی بتونین مسیر اصلی رو با همون ویژگی هایی که در اختیارتون قرار داده شده پشت سر بذارین. همچنین با کشتن باس های اصلی یه سری ویژگی های جدید کسب میکنین که به شما اجازه میده تا به محیط های عقبتر برگردین و محیط های فرعی رو هم بگردین. این وسط وجود آیتم های متفاوت مثل آیتم ارتقای سلاح یا حتی سلاح های جدید سبب شده تا گشت و گذار تو گرایم ارزشمند بشه. همچنین اگه بتونین باس های فرعی بازی رو هم پیدا کنین میتونین بیشتر از قبل نوار سلامت خودتون رو ارتقا بدین. سیستم ترافل یه مورد مهم دیگه تو بازی های متروئیدوانیایی که شما رو مجبور به رفت و آمد بین محیط های بازی میکنه. اگه سیستم ترافل خوبی واسه این دسته از بازی ها طراحی نشده باشه رفت و آمد بین محیط ها میتونه طولانی و خسته کننده بشه. گرایم دوتا سیستم ترافل داره. یکیش رو در جریان بازی پیدا میکنین که شما رو به بخش های مختلف نقشه بازی میبره و یه سیستم هم به اسم وارپ بین تمامی نقاط چک پوینت های بازی در انتها به شما معرفی میشه. برای کاربرانی که از مخاطبای بازی های متروئیدوانیا به حساب میان سیستم ترافل بازی قابل قبوله و میتونن بین نقاط مختلف به گشت و گذار بپردازن. اما موضوعی که وجود داره اینه که نقشه گرایم خیلی وسیع و میشه ازش به عنوان یکی از وسیع ترین متروئیدوانیاهای دوبعدی حال حاضر یاد کرد. از این رو شاید برای کاربرای تازه وارد کمی رفت و آمد بین محیط ها از طریق سیستم ترافل اذیت کننده بشه. البته همچنان میانبرهای متفاوتی هم برای شما در نظر گرفته شده که اگه بهشون دسترسی پیدا کنین شرایط بیش از پیش راحت تر میشه. تیم سازنده از نوآوری جالبی تو سیستم مبارزات و دفع ضربات استفاده کرده که جذابیت خودشون رو دارن. بازی شامل سلاح‌هایی از کلاس وری فست یا وری سلو میشه. با توجه به شیوه مبارزه کردنتون میتونین سلاح مد نظرتون رو انتخاب و بازی رو پیش ببرید. شما تو گرایم موجودی هستین که یه جورایی سیاه چاله است و همه چی رو میبلعه.
از این رو سیستم دفع ضربات یا همون پری کردن با توجه به همین مورد طراحی شده. با توجه به طراحی دشمنا، سیستم دفع ضربات دو تا رویکرد متفاوت داره. اگه دشمنا و باس ها شیلد نداشته باشن، پری کردن باعث میشه که آسیب ببینن و یه جورایی ازش به عنوان یه سلاح میشه استفاده کرد. اگه شیلد داشته باشن، صرفاً همون دفع ضربه رو انجام میده. همینطور سیستم ارتقای بازی هم شباهت‌هایی به بازی‌های سولز لایک داره. اما موردی که باعث کارآمد و عمیق بودن این بخش میشه، سیستم تریت. از این رو ترکیب سیستم تریت یا همون کسب صفات دشمنا و ویژگی‌های اونها در کنار ارتقای مناسب کاراکترتون از مهمترین ویژگی‌هایی که باید بهش توجه داشته باشید. از نظر بصری هم گرایم یه بازی دو بعدی جذاب و چشم‌نواز به حساب میاد و از نظر فنی هم باگ یا افت فریم خاصی رو مشاهده نخواهید کرد. جدا از موارد گفته شده تو بخش طراحی، تنوع دشمنا برای یه بازی مستقل در سطح خوبی قرار داره و از طرفی باس ها و مینی باس ها طراحی منحصر به فردی دارن و شما رو به چالش میکشن. در آخر اگه از مخاطبای بازی‌های متروئیدوانیایی یا علاقه‌مند به این سبک هستین، به هیچ وجه گرایم رو از دست ندین. داستان گرایم شاید نتونه شما رو راضی کنه، اما از نظر گیم پلی و تجربه‌ای که ارائه میده باعث میشه تا مدت‌ها این بازی رو به یاد داشته باشین.